سلام، روزتون بخیر. امروز با بافت مدل مدادی در خدمتتون هستم که بعضیا بهش کشباف مدادی هم میگن. تعداد دونه هامون باید زوج باشه، چون که دوتا دوتا مدل رو میبافیم. یک رجه اول دونه اول رو من میبافم و در میارم، بقیه دونه ها رو از رو تا آخر میبافم. رجهای پشت کار همه دونه ها از رو بافته میشن. این رج رو میبافم تا رج روی کار رو بهتون نشون بدم. همه دونه ها رو تا آخر از رو میبافیم. رج دوم، رج روی کار، دونه ها رو به این شکل می بافم. دونه اول رو بیرون میارم. دوتا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی می بافم. از این دوتا دونه فقط دونه اول رو از میل خارج می کنم. دونه دوم رو یک بار دیگه از زیر می بافم و از میل خارجش می کنم. پس از این دوتا دونه رو با هم دیگه از زیر می بافم، فقط دونه اولش رو از میل خارج می کنم، دونه دوم رو یه بار دیگه از زیر می بافم. تا آخر رج دیگه دوتا دوتا دونه هامو به این شکل می بافم. دوتا یکی، دونه اول رو میارم بیرون، دونه دومش رو دوباره می بافم تا آخر رج. دیگه هر رج روی کار به همین شکل مدل رو می بافیم. این دوتای آخر رو هم با هم دیگه از زیر می بافم و دونه دومش رو هم دوباره می بافم. دونه آخر رو از رو می بافم که رج بعد وقتی می خواهم دونه اول رو بردارم نخ زیر میل باشه و برش دارم. رج سوم، نخ زیر میله، دونه اول رو بر می دارم. بعد همه دونه ها رو از رو می بافم. مثل همون رج اول پشت کار که بهتون نشون دادم. همه دونه ها از رو بافته می شن. به این شکل. من چند رج دیگه مدل رو می بافم و دوباره بافت رو بهتون نشون میدم.
ابتدای رج چهارم رو هم بهتون نشون بدم که مثل همون رج دوم هست. دونه اول رو برمیدارم، از همین دوتای اول دیگه دوتا رو با هم یکی میکنم، دونه اولش رو در میارم و دونه دومش رو دوباره میبافم تا انتهای رج. من چند رج مدل رو بافتم و مدل به این شکل در میاد که گفتم بعضی ها از این مدل برای کشباف هم استفاده میکنن، برای بافت خود لباس هم میتونید از این مدل استفاده کنید. کشباف مدادی رو به روش دیگه هم میشه بافت که دوتا دونهی که مدل رو داخلش میبافیم بینشون یک دونه رو هم ببافیم که در اینجا بهتون نشون میدم. دونه اول رو میبافم و در میارم، رج اول فقط، رج های دیگه برش میدارم. بعد رج پشت کار دونه هامو دوتا رو میبافم، یه دونه زیر. این رج پشت کار هست، دوتا رو و یه دونه زیر، دوتا رو یه دونه زیر، تا آخر رج به همین شکل می بافم. دونه آخر رو هم از رو می بافم. رج بعد دوتا دونه زیر رو به همون شکل که بهتون نشون دادم داخلش مدل رو می زنم. یعنی دوتا رو با هم دیگه یکی می کنم، دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو دوباره می بافم. ولی اینجا بعدش یک دونه رو دارم که این رو هم می بافم. پس دو تا دونه زیر رو شبیه همون مدل قبل می بافم و بعد یک دونه رو. به همین شکل دیگه تا آخر رج روی کار رو می بافم. همه رج های روی کار به این شکل بافته می شن و رج های پشت کار دو تا دونه رو و یک دونه زیر روی خود دونه ها بافته میشن. این رج رو تا انتها میبافم که رج بعد رو هم دوباره بهتون نشون بدم. رج سوم، این دوتا دونهی که رج اول رو بوده الان هم رو بافته میشه و این دونهی که زیر بود الان هم زیر بافته میشه. هر دونهی مثل خودش دیگه بافته میشه. همه ی رج های فرد به این شکل و همه ی رج های زوج و رج های روی کار مثل رج دوفو. باز هم من چند رج مدل رو می بافم و بهتون نشون میدم. این مدل هم به این شکل در اومد که دو تا دونه رو
زیر بافتیم و یک دونه رو رو، مدلمون به این شکل در میاد. حالا یه مدل دیگه میخوام بهتون نشون بدم که باز هم شبیه به مدل مدادی و این مدل هست. برای این مدل که بهش مدل دونه اناری هم گفته میشه، یک رج همه رو از رو میبافم. فقط دونه اول رو از زیر میبافم و در میارم. بقیه دونه ها رو از رو همه رو میبافم. این رج پشت کار هست که رج روی کار رو بهتون نشون بدم. همه دونه ها رو تا آخر از رو می بافم. تعداد دونه ها برای این مدل زوج باشه. رج روی کار مثل همون مدل مدادی بافته میشه، یعنی دونه اول رو بر میدارم و این دوتا دونه رو با هم دیگه از زیر یکی میبافم، دونه اولش رو خارج میکنم، دونه دومش رو دوباره میبافم. تا آخر رج همین کار رو تکرار میکنم. دقت کنید که بعد از اینکه دو تا دونه رو یکی می کنید، حتما دوباره دونه دوم رو ببافید که دو تا دونه بازم تبدیل بشن به دو تا دونه. و اگر که فراموش کنید فقط دو تا یکی کنید، یکی از دونه هاتون کم میشه. تا آخر این کار رو انجام میدم. دونه آخر رو هم از رو میبافم. رج بعد همه دونه ها از رو هست. رج پشت کار. رج پشت کار رو هم میبافم تا رج چهارم رو که مدل شکل میگیره بهتون نشون بدم. این رج پشت کار یا رج سوم هست. همه رو از رو می بافم. میرسیم به رج چهارم. در رج چهارم دونه اول رو بر میدارم. رج دوم این دوتا دونه رو با هم دیگه یکی کردم و مدل رو داخل این دوتا دونه زدم. برای مدل مدادی هم همین رو تکرار میکردم. ولی برای این مدل از بین این چهار تا دونه این دونه اولش رو ساده می بافم از زیر. دونه دومش رو با دونه اول از دوتای بعدی، این دوتا رو با هم دیگه داخلش مدل رو می بافم. این باعث میشه که مدلم جا به جا بشه. دیگه تا آخر همینطور دوتا دوتا دیگه مدل رو می بافم. فقط یک دونه اولی رو تکی بافتم. دیگه تا آخر رج همه رو به همین شکل می بافم. دو تا یکی
و دوباره دونه دومش رو میبافم. چون که دونه هم زوج بود، بعد از دونه اول یه دونه تکی بافتم، در آخر کار هم یک دونه تکی برام میمونه که اون رو هم تکی میبافم. این دوتا رو هم که مدل میزنم، اینجا این دونه تکی بافته میشه و دونه آخر هم بافته میشه. این رجه چهارم بود، رجه روی کار که بافته شد. رجه پنجم همه دونه ها رو از رو می بافم. رجه ششم مثل رجه دوم، دونه اول رو بر می دارم، همین دوتا دونه رو با هم دیگه یکی می کنم، دونه دومش هم می بافم. دوباره یک رجه، رجه پشت کار همه دونه ها از رو. رجه روی کار بعدی مثل رجه چهارم تکرار میشه، یعنی دونه اول رو بر می دارم، اول یه دونه رو تکی می بافم، بعد مدل رو می زنم تا آخر رج و این دونه رو هم تکی می بافم و دونه آخر. پس یک بار مثل رج دوم رج روی کارو می بافیم، یک بار مثل رج چهارم. من چند رج می بافم تا مدل رو بهتون نشون بدم. این مدل هم به این شکل در میاد، مدل دونه اناری که مدل بسیار زیباییه و به صورت کجراه میفته و میتونید برای بافت لباس‌های مردونه و بچگونه از این مدل استفاده کنید.